دوستان عزیز، بینندگان گرامی، سلام بر شما. با برگ دیگه ای از این مجله در خدمت شما هستیم و تلاش میکنیم تا گوشه ناچیز از دردهای تلخ جامعه رو به تصویر بکشیم. در این برنامه علاوه بر دردها به درمان هم میپردازیم. ابتدا چند خبر اجتماعی اقتصادی از نظرتون میگذره، سپس گزارشی داریم از تجمعات و اعتراضات معلمان میهنمون. در ادامه گزارشی داریم تحت عنوان ایران بزرگترین زندان زنان روزنامه‌نگار. در پایان هم گزارشی میبینیم با نام صنایع خودروسازی عرصه دیگه‌ای برای چپاول حکومتی. بعد از دیدن اخبار با هم این گزارشات رو میبینیم. مافیای خودرو و کارگزاران حکومتی. خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی نوشت خودروسازی‌های ایران با برخورداری از ده‌ها هزار کارگر و بهره‌مندی از اقسام راندها به غولی تبدیل شدند که با هر تکانی که به خود می‌دهد ساختارهای اقتصاد را به لرزه در می‌آورد. از سوی کارگران شاغل در این صنعت به خاطر دستمزدهای پایین، نوبت کارهای ملال‌آور و نداشتن امنیت شغلی محجور شدند و روز به روز به خاطر تورم‌های کمرشکن بیشتر و بیشتر به زیر خط فقر هل داده می‌شوند. مدیران صنایع خودروسازی منتسبان سیاسیون هستند و به شفاف‌سازی تن نمی‌دهند. صنعت خودروسازی ایران دقیقاً جایی شده برای بدبستان سیاسی، آن هم در حجم بالا. افزایش قیمت شکر در بازار تا 8000 تومان. خبرگزاری حکومتی تسنیم قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر 3400 تومان اعلام شده است، اما شکری که مصرف کنندگان بتوانند در بازار به راحتی پیدا کنند شکر بسته‌بندی شده است. قیمت هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی 900 گرمی در تهران 7500 تومان تا 8000 تومان به فروش می‌رسد. کاهش 80% صادرات فراورده‌های نفتی به هند. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی رژیم: به دلیل تغییرات قیمت نفت و شرایط ویژه‌ای که به دلیل تحریم‌ها برای ایران ایجاد شده است، هزینه‌های تولید برای هند و چین افزایش پیدا کرده. به طور مثال در هند 70-80% جایگاه خود را از دست داده ایم. اهالی 20 روستای رابر فاقد جاده دسترسی هستند. خبرگزاری حکومتی ایرنا به نقل از فرماندار رژیم در شهرستان رابر گفت این شهرستان در حوزه زیرساختی مشکلات بسیار زیادی دارد و از جمله این مشکلات این است که 20 روستای بالای 50 خانوار رابر فاقد جاده دسترسی است. رشد 300% قیمت لوازم یدکی و کاهش مراجعه به تعمیرگاه ها. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران: در یک سال و نیم گذشته لوازم یدکی خودروها به طور متوسط رشد 300% را تجربه کرده است. در ماه‌های گذشته با گران شدن قیمت خودرو، قیمت قطعات یدکی نیز رشد چند برابری را تجربه کرده که این مسئله به کاهش مراجعه صاحبان خودروها به تعمیرگاه ها منجر شده است. در بسیاری موارد بازدید خودروها از سوی کارشناسان نشان داده که سیستم فرمان یا ترمز خودرو حتی از مرحله بحرانی گذشته و افراد به دلیل گرانی قطعه به تعمیرگاه مراجعه نکردند. 80% اقتصاد کشور دست دولتی هاست، اما مالیات را بخش خصوصی می پردازد. رئیس جامعه اصناف بازار: 80% اقتصاد کشور در دست دولت است، پس مالیات دهنده اصلی باید دولت باشد. پس چرا هنوز دولت نمیتواند از محل مالیات امورات خود را بچرخاند؟ وقتی دولتی ها مالیات نمیدهند، 20% بخش خصوصی باید جور دولتی ها را بکشد. در تمامی کشورها آموزش نقش تعیین کننده و بلا جایگزینی داره و معلمان به عنوان هدایت کنندگان آموزش و پرورش در اون جوامع از محبوب ترین و کلیدی ترین اقشار به حساب میان و همواره از توجه و رسیدگی های خاصی از طرف حکومت برخوردارن تا بتونن با فکری آزاد و تمرکزی بالا نسل آینده رو برای کشورشون تربیت کنن. ولی دریغ و درد که در میهنمون ایران با حاکمان دزد و غارتگرش نه تنها هیچ رسیدگی خاصی به این قشر زحمتکش نمیشه، بلکه دسترنج ناچیزشون هم از اونها دریغ میشه. ولی معلمان ما تن به این ظلم ندادند و نمیدن.
و از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا فریاد اعتراضشون رو به گوش همگان برسانند. کسانی که سالیان پای تختی سیاه خاک گچ خوردند، آنان که درس دادند و عمر و جوانی خود را به پای آموزش کودکان ایران زمین گذاشتند، اکنون روزگار بسیار سختی را می گذرانند. شاغلان و بازنشستگان نظام آموزش کشور زیر خط فقر چگونه می توانند نقشی کارساز در آموزش سالم داشته باشند؟ معلمی از کوهدش با در دست داشتن تراکت هایی در مقابل آموزش و پرورش این چنین اعتراض خود را نشان داد: نه به تبعیض، فریاد فریاد از این همه بیداد. همچنین روز دوشنبه 4 شهریور 98 از ساعت 9 صبح جمعی از معلمان بازنشسته در محوطه میدان انقلاب با در دست داشتن تراکت هایی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها روی تراکت‌های اعتراضیشان نوشته بودند: نه دزدی، نه ذلت، این از شعار ملت، تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. معلمان محروم کشورمان از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراض خودشان استفاده می کنند. نیاز ما این زمان معیشت است و درمان، نیاز ما این زمان معیشت است و درمان، اگر که ما نبودیم تو هم بلا نبودیم، اگر که ما نبودیم تو هم بلا نبودیم، اگر که ما نبودیم تو هم بلا نبودیم، اگر که ما نبودیم تو هم بلا نبودیم. مزدوران لباس شخصی به تجمع کنندگان حمله کرده و تراکت ها و پلاکارت هایشان را پاره و تجمع کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، اما معلمان شجاع به تجمع خود ادامه دادند و شعار می دادند: بازنشسته به پاخیز علیه ظلم و تبعیض. در این راستا همچنین روز سه‌شنبه 5 شهریور 98 جمعی از بازنشستگان فرهنگی برای دومین روز متوالی در اعتراض به تبعیض و پایین بودن سطح دستمزدها و زندانی کردن معلمان در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برپا کردند. این نوشته ها در تراکت های آنها به چشم می‌خورد. خواهان بیمه کارآمد و جامع هستیم. حقوق ما برای آب و برق هم کم است. منزلت، معیشت، بیمه کارآمد، بهداشت و درمان حق مسلم ما بازنشستگان است. معلمان خواهان آزادی همکاران خود از زندان شدند. سالی که گذشت سال اعتراض و فریاد حق خواهی بود. معلمان با تداوم حرکت‌های اعتراضی خود نقش تعیین کننده‌ای در فریاد حق خواهی مردم ایران داشتند. روزها و هفته‌های سال گذشته شاهد اعتراضات بسیاری اقشار دیگر بود، مانند بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و غارت شدگان. شعله اعتراضات مردم ایران همواره روشن بوده است. در این میان معلمان با خواسته های مترقی خود نقش بسزایی ایفا کردند.
یکی از پایه‌ای ترین اصول آزادی بیان در هر جامعه آزادی چرخش اخبار و اطلاع رسانیه. کشورها و دولت‌هایی که واهمه ای از بالا رفتن آگاهی همگانی در زمین‌های مختلف ندارند، از رسانه‌ها در همین راستا استفاده می‌کنند. اما وضعیت در مورد دیکتاتوری‌ها متفاوته. در کشوری مانند ایران با حکومت دیکتاتوری آخوندی، پخش اخبار و اطلاعات مساویه با گسترش آتش اعتراضات اجتماعی. به همین دلیل حاکمیت از ابتدا و از سرچشمه جلوی اون رو میگیره و خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای اولین هدف رژیم هستند. گزارشی داریم در رابطه با سازمان گزارشگران بدون مرز در خصوص ایران که با هم میبینیم. دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه در حاکمیت جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست. از 40 سال قبل سرنوشت همه دیگراندیشان و مخالفان سیاسی و مذهبی، زندان و شکنجه و در بسیاری اوقات در خصوص مخالفان سیاسی اعدام بوده است. اما آنچه که باز هم رژیم ایران را ویژه می‌کند، وسعت دستگیری و زندانی کردن خبرنگاران است. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً گفت که ایران تاکنون یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران بوده است. اما وی در ادامه و در بخشی از آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن معرفی کرد. به همین دلیل هم با سقوط به انتهای جدول آزادی بیان، این سازمان رژیم ایران را بین 180 کشور در رتبه 170 قرار داده است. با مراجعه به پرونده‌های این فعالین رسانه‌ای کاملا مشخص می‌شود حاکمیتی که از گسترش اطلاعات و اخبار وحشت دارد و آن را روغن روی آتش اعتراضات اجتماعی می‌داند، برای ممانعت از اطلاع رسانی تنها راه را در بازداشت فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران می‌بیند، به طوری که تقریبا همگی آنها متهم به توهین به مقدسات و یا اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی شدند. نوک تیز این سرکوب در دور جدید نیز به سمت زنان خبرنگار نشان رفته است. در همین گزارش آمده است که در حال حاضر 10 روزنامه‌نگار در زندانهای جمهوری اسلامی هستند که بیشتر آنان در واقع زمانی که در حال پوشش خبری به اعتصاب کارگران و یا اعتراضات صنفی و اجتماعی بودند دستگیر شدند. این گزارش به نام فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی نیز اشاره کرده و میگوید فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار است که ابتدای تیر ماه 2 سال پیش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و تنها جرم وی اطلاع رسانی از شرایط بازداشت پسرش و اعتراض به رفتار غیرانسانی و ظالمانه با اوست. بله، نظامی که حتی اطلاع رسانی و گسترش اخبار امنیت و موجودیت آن را به خطر می اندازد و هیچ اهرمی به غیر از زندان و شکنجه برای کنترل ندارد، نشان می دهد که در فاز نهایی خود به سر می برد و تنها مسیری که برای دستیابی به آزادی بیان وجود دارد تسریع در روند براندازی این نظام است. صنایع خودروسازی به عنوان افتخار ملی و نقطه پیشرفت صنعتی کشور شناخته میشه. این صنایع در هر کشوری اشتغال زایی، ثبات بازار و رونق اقتصادی ایجاد میکنه. اما صنایع خودروسازی در ایران چه نقش و چه جایگاهی داره؟ این صنایع چه گلی بر سر اقتصاد ایران زده؟ این روزها شاهد افشا شدن دزدی‌های حکومتی در ابعاد خیره کننده‌ای در این صنعت هستیم. با هم گزارشی می‌بینیم که گوشه از این فساد رو روشن می‌کنه. چند سالی است جامعه نظاره‌گر ویران شدن صنایع خودروسازی در ایران است.
در حالی که خودروی داخلی هر روز بیکیفیت تر از گذشته می شود، به صورت غیر منطقی قیمت این کالای بیکیفیت افزایش می یابد. چرا در طی یک سال قیمت پراید 2.5 برابر شده؟ پاسخ را باید در ارقامی جستجو کرد که حاکی از دزدی و اختلاس‌های بسیار بزرگ در حکومت آخوندی است. ایران خودرو و سایپا 24 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند. این دو کارخانه همین میزان خودرو به مردم پیش فروش کردند که به مردم تحویل ندادند. میزان بدهی دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو 80 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که خودروهای بیکیفیت خود را 3 برابر قیمت جهانی به فروش می رسانند و بازار انحصاری دارند. قیمت یک خودروی روز جهانی با تمام تجهیزات ایمنی دوستدار محیط زیست با مصرف سوخت 4% کیلومتر معادل 4 تا 6 ماه حقوق یک کارمند متوسط در آن کشور است. یعنی قیمت یک پراید بیکیفیت و خارج از تمام استانداردهای جهانی و محلی 10 میلیون تومان هم نخواهد شد. در حالی که قیمت پراید تا 90 میلیون تومان هم بالا رفت و الان قیمت پراید 78 میلیون و 800 هزار تومان است. صنایع خودروسازی در چنبره باندبازی‌های حکومتی سردرگم شده است. برخی قطع سازان بزرگ این صنایع الان ارز دولتی را گرفته به جای ساخت قطعه کالای بیکیفیت از چین وارد می‌کنند. این قطع سازان با وارد کردن قطعه از چین منافع کلانی به جیب می‌زنند. البته نتیجه آن ضربه سنگینی است که به تولید داخلی وارد می‌کنند. در روزگاری که ولی فقیه رژیم از قیام مردم در بیم و هراس است، برای جلوگیری از قیام و فوران خشم مردم تلاش می‌کند نمایش مبارزه با فساد به راه بیاندازد. اما همین که قدم از قدم بردارد، چنان دزدی‌های افشا می‌شود که نفرت تمام مردم را از این حکومت چندین برابر می‌کند. این بار در رسانه‌های رژیم به این دزدی با عبارت اخلالگری در بازار خودرو اشاره می‌کند. دو نماینده مجلس رژیم که دستگیر شدند با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند و هیچ مقام قضایی در این رژیم از آنها نپرسید که 10 میلیارد تومان برای وثیقه را از کجا آوردند. بخشی از تخلفات لو رفته آنها در نامه احمد توکلی چنین ذکر شده است: تبانی در خرید 6000 خودرو به صورت رانتی، تبانی در خرید چند صد کیلو طلا، همکاری در خرید 30000 سکه. این دو نماینده را بشناسیم: محمد عزیزی، فرماندار ابهر و شهردار زنجان، مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد، مشاور مدیرعامل سایپا، قائم مقام شهرداری منطقه 16 تهران، مشاور وزیر اقتصاد در دولت احمدی نژاد. فریدون احمدی، قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت، معاون وزیر بازرگانی، عضو هیئت مدیره بانک و بیمه، رئیس هیئت مدیره خودروسازی و هواپیمایی، کاندیدای وزارت ارتباطات، رئیس هیئت عامل سازمان ایمیدرو در دولت احمدی نژاد. این مشتی از خروار است. دستگاه حکومت آخوندی با باندهای فامیلی و سپاه جنایتکارش حکومتی سراپا فساد را به جان مردم انداختند. این اشخاص این گونه راه چپاول و بالا کشیدن در دستگاه و حکومت آخوندی را برای خود باز کردند. در نمونه فساد و دزدی در بازار خودرو، آنها با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا قیمت فروش خودرو را افزایش داده در روز روشن از مردم اخاذی می کنند. یکی از خودروسازان 600 نمایندگی در سطح کشور دارد، اما با زد و بند 15 نمایندگی خاص را انتخاب می کند و تولیداتش را به آنها می دهد تا با افزایش تقاضا خودروها را با قیمت بیشتر به مردم بفروشند. پس از ماها تجمعات اعتراضی و شکایت خریداران خودرو و با این نمایش‌های حکومتی ضد فساد، تا الان خودرویی به خریداران تحویل داده نشده و دانه درشت‌های حکومتی که پشتشان هم به بیت رهبری و یا نهاد ریاست جمهوری گرم است، همچنان در حال غارت و چپاول سرمایه‌های این مملکت هستند. بیشک تمامی مشکلات اقتصادی در ایران ریشه سیاسی در یک حاکمیت عمیقاً فاسد دارد که سرمایه‌های مملکت را بین باندهای خود به حراج گذاشته است و چاره اصلی سرنگونی ام‌الفساد یعنی شخص خامنه‌ای است.
به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با امید به پیروزی و سرفرازی برای همه شما عزیزان، تا دیدار دیگه همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. سربلند و پایدار باشید.